در ادامه برنامه از زان بیننده قرار دارم. امیدوار هستم که تا ایدن برنامه را بیننده بوده باشین و از داشته های برنامه لذت برده باشین. و عزیزان باز هم من مهماندار هستم و در کنار من حامد سمر رئیس و بنیادگذار تلویزیون زن هستن که در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم. سلام آقای سمر، خوش آمدیم به برنامه و صحبتان بخیر. سلام بر شما، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده عزیز در روز ملی هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوش و یک روز با دستاورد به تمام ملت افغانستان باشه. سلامت باشین. در نخست از یابیتان از برگزاری انتخابات شش میزان که امروز بود چی است؟ ما در نخست باید جا در سپاسگزاری کنیم از نیروهای قهرمان، از نیروهای ویژه‌ای که واقعا زحمت کشیدن در چند روز به خاطر تامین امنیت پروسه ملی و پروسه انتخابات، که خوشبختانه امروز ما رفتیم هم در این پروسه هم گرفتیم نصیب یک شهروند برای خود استعمال کردیم و واقعا جای عزیز که سپاسگزاری کنیم از نهادهای در نخست از نهادهای امنیتی و بعدا از کمیسیون انتخابات که حداقل در سایه محل که ما رفتیم رای دادیم بسیار به شکل درست و منظم، و همچنان یک ویژگی خاص از تمام رسانه‌های افغانستان میکنم که به خاطر بازتاب دادن از این برنامه ملی واقعا دوش به دوش از نیروهای امنیتی استاد هستن کار میکنن و تا فعلا همه چیز بسیار به شکل خوب منظم و محل رایدی بسیار یک نظم دیسپلین خوب بود. امید دارم که مشارکت مردم تا بتانه این پروسه را رنگین تر بسازه و بتانه این پروسه را بیشتر مشروعیت بتن که انشالله یک روز زحمت و 5 سال یک زندگی راحت حداقل داشته باشن. حضور مردم چگونه بود در مرکز که شما رفتین رای دادین؟ در مورد ازدحامات که شما صبح از خانه بیرون شدین، ازدحامات وجود داشت سرکا؟ خب ببینین، به خاطر از این که این پروسه است که طبعا اکثرت از کشورها، از اکثرت از کسایی که حداقل نمیخواین که بعض برنامه‌های بزرگ یا در موضوعات دموکراسی در افغانستان همه چیزا به شکل خوب منظم باشن، تعداد امنیتی بعض از مسائل است. ناگزیر هستیم که این یک روز استثناست دیگه، اگر بیروبار است، اگر پیاده روی است، اگر رای موتر نیست، هر چیز باید ملت بپذیره و ملت هم باید دوش به دوش از نیروهای امنیتی خود باید استفاده شوند، همه باید بازو بتیم و همه بتونیم که حداقل بیشتری برنامه پروسه به شکل خوب پیش بره. اگر ما انتقاد کنیم که راه بند است، موتر نیست، ای است، پس امو حقوق شهروندی باید، امو حقی که ما هم داریم که در جامعه باید ادا کنیم نیازی است که یک روز باید قربانی بتیم. در محل که ما رفتیم بر محل ریدی از لحاظ بیروبار، حضور مردم همه به فضل خدا بسیار خوب بود و امید داریم که تا ختم روز عالی تر باشه. از اینکه شما خودتان مسئول رسانه هستین، در رسانه کار میکنین، میشه ایرا بگوین که تشکیل حکومت، حالا فرض میکنیم که انتخابات برگزار شد، یک حکومت جدید با وجود آمد، ای چقدر میتونه در رسانه های کشور و ای که شما رئیس یک رسانه هستین چی خوشبینی دارین از انتخابات؟ ببینید، در ختم روز این کشور است، این خاک است، این وطن است و ما مسئول هستیم و ما حداقل تمام و دید و فکر ما به این نباشه که اگر ما برای یک پروسه اشتراک میکنیم باز ما یک امتیاز باید داشته باشیم. بزرگترین امتیاز بر ملت یا بر هر شهروندی است که سهم بگیریم در پروسه ملی و تا بتانیم که در یک فضا و خوب و آرام و با یک سیستم درستر، با یک حکومت درستر و با یک مدیریت عالی در رأس حکومت، وقتی که کشور همان بود، صلح بود، از لحاظ اقتصاد خوب بود و یک رئیس جمهور با برنامه حداقل داشتیم، 100% امیدواری خوب بر تمام ملت می داشته باشه، نه تنها که بر رسانه، در تمام بخش‌ها و تمام سکتورها. و به او خاطر نیاز است که تمام شهروندا باید بخیزن و برن به پای صندوق‌های رای خود استفاده کنن تا بتونن حداقل به خاطر آینده خود و فرزندانشون و به خاطر آینده کشور باید استاد شن. به او خاطر این حق هر شهروند است باید برای در پروسه ملی اشتراک کنن و اما قدر است. در مورد پوشش ها بگوین، چون رسانه ها مسئول از این هستن که روند به شکل درستش پوشش بتن و گزارش ها را به مردم برسانند، چگونه از رسانه ها، حضور رسانه ها پوشش میتنی برنامه ها را؟ ما بیشتر رسانه ها نمیتونیم که از تریبین رسانه خود دال برشن بگوین که باید چی کار کنم. اگر خواهش من است یک شهروندی است که رسانه ها لطفا امو اقایق واقعی است سر زمو تمرکز کنن، وظیفه‌شون هم مو هستن و بیشتر کوشش کنن که زینت سازی کنن، نه که زینت های مردم خراب کنن و مردم باید آماده بشن که برن به پای رای صندوق ها. طبعا بعض از انفجارها و یا بعضی یک سلسله
موضوعات کوچک امنیتی شاید وجود داشته باشه. او موضوعات هست که ما امید دارم که بیشتر از اون مسائل که بازتاب دادن سر موضوعات مثبت از این روز اگر تمرکز تمام رسانه باشه، ما امید داریم یک دستاورد خوب بر همه ملت و بر رسانه هم خواهد بود. امید می است که رسانه بیشتر امروز اگر مثبت بیندیشن، مثبت فکر کنن در این پروسه ملی، متأکد هستم که ان یک دستاورد خوب بر همه ملت می باشه. خب در آخر پیام داشته باشیم، گفتنی داشته باشیم. پیام به تمام ملت، به تمام همفکرا، هم نظرا، به تمام خواهرا، برادرها، بزرگا همی است که همان روز خدا به زحمت بسازین. لطفاً همان روز باید برین به پای صندوقهای رای، رایتان استفاده کنین تا بتونین آینده خود، آینده فرزندانتان و آینده کشور تضمین کنین. اگر ما تنبلی کنیم که بگویم بیروبار از دلائن استاد نمیشیم، اگر بگویم که رای موتر نیست یا کدام جایی که اگر بعضی دشمنای کشور میخواین که اذیت کنن یا بخواین که تخریب کنن این برنامه را، لطفا در این برنامه برین اشتراک کنیم، پروسه ملی را حداقل بیشتر مشروعیت بدید. بازم سپاسگزاری میکنم از نیروهای امنیتی ما که واقعا زحمت کشیدن، حداقل پاس زحمتی که نیروهای امنیتی شب روز کشیدن. حداقل ما در محل که رفتم در اوجا کرایم میدادم، از 3 صبح از کراب زحمت کشیده بودن، بیچاره استاد بودن در ساعت 8 بجه 9 بجه روز چای صبح خورم تا نخورده بودن به خاطر تامین امنیت این روز ملی. و ما امید میکنم که فرد فرد از خانه خود بیدار شین، بخزین و برین به پای صندوقهای و تا بتونین که همو حق حقوق شهروندی تا ادا کنین. به غیر از اینکه کس نرف یا اشتراک نکرد، هیچ تام توقع نداشته باشه در آینده که گویم حکومت چی خواهد شد، سرنوشت ما چی خواهد شد، از لحاظ اقتصادی کشور کجا خواهد رفت، از لحاظ امنیتی خود رفت، به خاطر که ما شهروندا هم حق ماست که باید بریم در این پروسه ملی دوش به دوش نیروهای امنیتی ما بازو بتیم، سهم بگیریم تا بتونیم که این پروسه را مشروعیت بتیم و بتونیم که یک نتیجه خوب در ختم روز انشاءالله داشته باشیم. سلامت باشین، تشکر از حضورتان. تشکر از شما، همچنان از هم بینیدائیتان. سلامت باشین. از آن میریم یک میان برنامه، در ادامه برنامه ما را همراه باشید.